سر خط خبر ما. تأیید کشته شدن دست کم 304 نفر در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران. عفو بین‌الملل می‌گوید نیروهای امنیتی معترضان غیر مسلح را به قصد کشتن به گلوله بستند. می‌کشن اینجا بی‌ناموسا زنو می‌کشن. ادامه بازداشت‌ها یک ماه بعد از شروع اعتراض‌ها. بازداشت شدگان از بدرفتاری در زندان می‌گویند. هوای ناسالم برای همه گروه‌های سنی. در چند استان ایران 1500 نفر به اورژانس مراجعه کردند. و دومین شب خشونت‌بار بیروت، معترضان با پلیس درگیر شدند. پارلمان جلسه تعیین نخست وزیر را به تعویق انداخت. سلام بر شما، به این برنامه خبری زنده خوش آمدید. دوشنبه 25 آذر یا ماه قوس 1398 برابر با 16 دسامبر 2019. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود درباره اعتراض‌های سراسری اخیر ایران گفته که توانسته مرگ دست کم 304 نفر را تایید کند. آمار قبلی این سازمان که دو هفته پیش منتشر شد دست کم 208 نفر بود. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر هزاران نفر هم بازداشت شدند که بعضی از آنها نوجوانند. با گذشت یک ماه از آغاز اعتراض‌ها حکومت ایران هنوز تعداد کشته‌ها و بازداشت شدگان را اعلام نکرده. فرین قاسمی گزارش می‌دهد با این هشدار که تصاویر این گزارش ممکن است برای بعضی آزاردهنده باشد. داره تفنگ گرفته رو ملت داره میزنه. ادامه سکوت مقام‌های حکومت ایران درباره تعداد معترضان کشته شده در جریان اعتراض‌های سراسری آبان ماه. حالا سازمان عفو بین‌الملل آمار تازه‌ای منتشر کرده و می‌گوید که توانسته مرگ 304 نفر را تایید کند. آنها در عرض 4 روز از 24 آبان تا 27 آبان کشته شدند. میخوام بهتون نشون بدم که چطوری اینترنت ایران اینترانت شده. حکومت تلاش کرد با قطع اینترنت و سکوت درباره آن این آمار و سرکوب شدید معترضان را مخفی کند. اینترنت در ایران از 26 آبان تا 3 آذر تقریبا قطع بود. سازمان عفو بین‌الملل میگوید بر اساس تحقیقاتش ماموران امنیتی بیشتر به سر، قلب، گردن و دیگر اعضای حیاتی معترضان شلیک کردند. هزاران نفر هم زخمی شدند. بسیاری از آنها شهروندان غیر نظامی بودند. شهروندانی که به گفته عفو بین الملل خطر آنی متوجه کسی نمی کردند و نیروهای امنیتی به قصد کشت با آنها شلیک کردند. در این میان عفو بین الملل به کشته شدن محمد داستانخواه نوجوان 15 ساله در شیراز اشاره کرده که از مدرسه راهی خانه‌اش بود و در حالی که از کنار معترضان می‌گذشت با شلیک گلوله کشته شد. علیرضا نوری نوجوان 17 ساله دیگری است که در شهریار کشته شده. این نهاد مدافع حقوق بشر از بازداشت هزاران نفر هم ابراز نگرانی کرده. در میان بازداشت شدگان کودکانی 15 ساله هم هستند و در زندان فشوفویه یا زندان تهران بزرگ زندانی‌اند. سازمان عفو بین‌الملل نگران آن است که بازداشت شدگان تحت شکنجه و بدرفتاری باشند. پیش از این حسن خلیل آبادی رئیس شورای شهرستان ری گفته بود امکانات زندان فشوفویه که بیشتر زندانی‌ها در آن نگهداری می‌شوند جوابگوی این حجم از بازداشت شدگان نیست و خواستار رسیدگی به این وضعیت شده بود. سفارش می‌کنیم که زودتر وضعیت شما سرنوشت شما روشن بشه. اما محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران گفته بود بازداشت شده‌ها وضعیت خوبی دارند و او با آنها دیدار کرده. زندان فشوفویه به مکانی برای بدرفتاری با زندانیان مشهور است. حالا عفو بین‌الملل خواستار واکنش جامعه جهانی در برابر نقض گسترده حقوق بشر در ایران شده. سرکوب اعتراض‌ها در ایران در یک ماه اخیر در جامعه بین‌الملل بازتاب زیادی نداشته. اما عفو بین‌الملل می‌گوید بدون اعمال فوری فشارهای بین‌المللی هزاران نفر در معرض خطر شکنجه در زندان‌ها خواهند ماند. فرین عاصمی، بی بی سی. همکارم امید منتظری که موضوع دنبال کرده اینجا در استودیو با من. حاکمیت طوری وانمود میکنه که گویا موضوع تمام شده است. خب اون شکل اعتراضات سراسری پایان یافته، اما تو روزهای اخیر ما شاهد این بودیم که نهادهای صنفی و مدنی به شدت فعال شدن. یعنی همین امروز دست کم 3 تا تشکل و نهاد مدنی
بیانیه دادن. اولیشون یه بیانیه که تقریبا میشه گفت کم سابقه است که 150 نفر از اعضای جامعه پزشکان بیانیه بدن، تشکر کنن از کادر پزشکی برای اینکه در اون روزهای سخت به مجروحان رسیدگی کردن و بعد رفتار حاکمیت رو نقد کنن. بعد از اون تشکل معلمان عدالت خواه امروز بیانیه داده که توی بیانیه‌اش از 19 نفر از دانش آموزان بین 13 تا 18 سال نام برده و گفته این افراد در جریان اعتراضات کشته شدند. هشدار داده که خیلی از دانش آموزان الان در بازداشتند، برخیشون به کانون اصلاح و تربیت منتقل شدند و گفته که بسیج دانشجویی همراه با اطلاعات سپاه در حال شناسایی دانش آموزان معترضند. و سومین تشکلی هم که امروز بیانیه داده شماری از مادران داغدار بودند که از مادران داغدار در 4 دهه گذشته که در کنار هم اعلام کردند که روز پنجم دی برای ادای احترام به جان باختگان در نظر گرفتن. نهادهای مدنی که الان وارد شدن در جریان این اعتراض ها چقدر فعال بودن؟ گفته میشه که این اعتراض ها به دلیل تشدید مشکلات معیشتی بسیار به یک باره و آنی شکل گرفت. دو تا دیدگاه کلی اگه بخوایم تقسیم کنیم وجود داشت. یه دیدگاهی که میگفتش که این یک جور شورش سراسریه، این که نمیشه در واقع معترضا رو خیلی تفکیک کرد، و یک نگاه دیگه این بودش که خب این یک تشکل، یعنی یک اعتراض صنفی و مدنیه. اگه در نظر بگیریم خود تحقیقاتی که حکومت انجام داده، مثلا در سال 96 میگفتش که اون 5000 تجمع غیر قانونی که در 9 ماه منتهی به دی ماه سال 96 اتفاق افتاد، زمینه رو ایجاد کرد برای اعتراضات سال 96. و بعد ما دیدیم که در سال 97 اعتراضهای مدنی و کارگری به اوج رسید، و دوباره تو سال 98 الان اعتراضاتی اتفاق افتاده که باید ببینیم که آیا بعدش دوباره منتهی میشه به یک سری اعتراضات صنفی، اعتصابهای کارگری مثل اعتصابهای معلما و کارگرا یا نه. ممنونم از همکارم امید منتظری. همونطور که پیشتر هم اشاره شد، هنوز آمار رسمی از اینکه چند نفر از شروع اعتراض‌های سراسری در ایران بازداشت شدن اعلام نشده. در همین حال بازداشت‌ها ادامه داره. بعضی از افرادی که طی این مدت در زندان بودن به بی بی سی گفتن که در بازجویی‌ها تحت فشار بودن و با اونها هم با خشونت رفتار شده. فرنوش امیرشاهی نگاهی کرده به وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه در ایران. بیشترین کتک‌ها، بیشترین آزارهای روحی توی کلانتر بود. خیلی از جای 18 سال بودن. صدای یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه زندان فشافویه. 18 ساله بودم و توی کلانتری به اونا میگفتن که شما کارتون تمومه، شما میفرستن یه جایی که هیچ شینتون شما رو پیدا کنه. یک ماه بعد از اعتراض‌ها نه تنها تعداد بازداشت شدگان بلکه شرایط نگهداری آنها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها نامشخص است. زنو دارن میکشن اینجا بی‌ناموسا. از اولین روزهای اعتراض‌هایی که به سرعت فراگیر شد، خانواده‌های زیادی بلا تکلیف و نگران به دنبال خبری از زندانیان بودند. تا اونجا که دیدم یک شلوغی و ازدحام خیلی عجیبی جلوی زندان و دادسرا هستش. چندین ساعت اونجا خانواده‌ها وقت صرف می‌کنن. خب خیلی‌هاشون ناکام برمی‌گردن. همه اینها در شرایطی است که بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. خودم روز دهم چند نفر دیدم که گفتم شما تازه اومدین، گفته شعار ما رو، اسم ما رو بردن و اومدن در خونه ما رو گرفتن. تیر مستقیم مردم، شلیک مستقیم مردم. به گفته کسانی که از زندان آزاد شدن، بازجویی ها توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه صورت گرفته. به شخص منو به جز چند تا سیلی و حرف و اینها خیلی اذیت نکردم، ولی من خودم دیدم بچه‌هایی که پاهاشون ورم کرده بود، صورتاشون یا دماغ حتی مثلا در حد شکستگی بودش، بسیار ورم کرده بودش. اونها رو من دیدم که توی اعتراض سپاه به شدت سخت گذشته بود. تعدادی از کسانی که بازداشت شدند میگویند بازجو به دنبال اعتراف دستگیر شدگان به ارتباط با جریان‌های سازمانیافته در اعتراض‌ها و همینطور فعالیت آنها در شبکه‌های اجتماعی بوده. کاغذی دستشون بود که ادعا داشتن حکم هستش، و وقتی خوندیم دیدیم که کاملا کلی هستش. توش به صورت کلیات خیلی از اتهامات و جرائم رو نوشته بود و هیچ نام مشخصی هم داخلش نبود. فقط یه سری از اتهاما و جرائم رو نوشته بود توش و هیچ ربطی به شخص خاص یا اتهام خاصی اصلا نداشت.
بسیاری از دستگیر شدگان این روزها بدون وکیل و بدون آگاهی از وضعیت و حقوق خود پشت میله های زندانند. این سو هم خانواده های نگران و چشم انتظار. خیلی بچه هایی که کاری هم نکرده بودن میگفتن ما الان اومدیم اینجا بدونیم که کاری انجام بدیم، ولی الان این زندان سازی کشور رو داریم میبینیم به سمت زندان سازی میره و فهمیدیم واقعا چه خبره. اگه یه بار این اتفاق بیفته ما این دفعه واقعا هدفدار میمونیم توی خیابون. همچنان در ایران 14 نفر از دراویش گنابادی بیش از 6 هفته است که در اعتصاب قضا هستند. حال جسمی اکثر آنها وخیم گزارش شده. این درویش‌ها که در زندان بزرگ تهران یا فشافویه نگهداری می‌شوند، 2 هفته پیش به زندان‌های شهرهای دیگر منتقل شدند. محمد جعفر انتصاری از وضعیت 2 پسرش به ما گفت که اعتصاب قضا کردند. 43 روز رضا و سینا در اعتصاب قضا هستند. رضا با توجه به اینکه ناراحتی قلبی هم داره و مشکل فشار هم داره و حالش حال مساعدی نیست، حالش خیلی بده. سینا هم که مشکل تنفسی داره و افت فشار داره، از این جهت موقعیت جسمیشون خیلی خیلی نامساعده. هر نوع اتفاقی برای فرزندان بیفته، من مسئولین زندان، حکومت در درجه اول و رئیس قوه قضاییه رو میدونم که برای فرزندان من اتفاقی بیفته اینا رو من مسئول میدونم. قابل ذکره که مسئولین هیچ توجهی به جهت این که اینا اعتصاب کردن برای خواسته هاشون اصلا توجه نکردن. برنامه رو با یکی دو خبر دیگه از ایران ادامه میدیم. وزارت اطلاعات ایران از محمود صادقی نماینده مجلس به دلیل سخنان او درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای شکایت کرده. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفته آقای صادقی متهم شده که در دیدار با مظنونان قبلی این پرونده به آنها قول‌های خلاف واقع داده و همینطور مطالبی طبقه بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای را بیان کرده. چند ماه پیش بعد از پخش گزارش بی بی سی فارسی درباره متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، او از وزیر اطلاعات خواست درباره این پرونده توضیح دهد. در این گزارش یکی از متهمان قبلی پرونده گفته بود که با فشار و شکنجه ماموران وزارت اطلاعات وادار به اعترافات تلویزیونی ساختگی علیه خود شده. یکی از معاونان سازمان بیمه سلامت ایران میگوید مراجعه به پزشک نسبت به پارسال تقریبا 30% کمتر شده. به گفته کوروش فرزین، افزایش شدید نرخ خدمات پزشکی باعث شده مردم برای مشکلات عادی مثل سرماخوردگی به پزشک مراجعه نکنند مگر اینکه مشکلشان حاد شود. پیشتر خبرگزاری فارس هم گزارش داده بود که بخش قابل توجهی از مردم توان مالی مراجعه به پزشک را ندارند و به خوددرمانی روی آوردند. با تداوم آلودگی هوا در بعضی از شهرهای ایران، مدرسه ها در تهران، اصفهان، عراق و قم امروز هم تعطیل شدند. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته تجمع آلاینده ها به ویژه ذرات معلق باعث شده هوا برای همه گروه های سنی ناسالم باشد. در استانهای قزوین و البرز هم بعضی از مدرسه ها تعطیل شدند، در حالی که در ساوه علاوه بر مدارس آلودگی هوا دانشگاه ها را هم به تعطیلی کشانده. مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران گفته در 24 ساعت گذشته 1500 نفر به دلیل مشکلات تنفسی مربوط به آلودگی هوا به اورژانس مراجعه کردند. محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ماست. آقای عطاری، این که برای همه گروه‌های سنی هوا در بخش‌های از ایران ناسالم تشخیص داده شده، 1500 نفر هم به اورژانس مراجعه کردن، چنین چیزی اتفاق افتاده در گذشته ولی باز هم امر نادری بوده، اینطور فکر نمی‌کنید؟ واقعیت این هست که همونطور که می‌فرمایید در گذشته فقط گروه‌های پرخطر در واقع بیشتر در معرض این آلودگی‌ها بودن و خطرات اینها رو تهدید می‌کرد، مثل خانم های باردار، کودکان، افراد سال خورده و یا کسانی که در معرض هوای آزاد کارهای سنگین میکنن، مثل ورزشکاران یا کارگرانی که بیرون کار میکنن و نیاز به تنفس بیشتری دارن. اما همطور که فرمودید متاسفانه حجم آلاینده ها در این دوره بسیار بالاتر هست و حتی کیفیتش هم تغییر کرده، یعنی علاوه بر
اینکه ذرات کوچک خیلی زیاد شده، آلاینده های با قطر بسیار کوچک، آلاینده های با قطر بزرگتر هم باز بسیار زیاد دیده میشه، همینطور سرب بیشتر دیده میشه و این در واقع این روند پیشرونده سالها داره ادامه پیدا میکنه تا اینکه به این نقطه بحرانی در حال حاضر رسیده. آی دکتر، در گذشته وقتی اتفاقایی از این دست میافتاد، خب پزشکان توصیه های مشخصی داشتن، از ماسک استفاده بشه، حتی المقدور از رفتن به خارج از خانه پرهیز بشه، ولی که این که شما فرمودید اوضاع حادتره، در این جور موارد چه کارهایی باید بشه، چه توصیه هایی میکنید؟ اولین اقدام موندن در خونه است. واقعیت این هست که تنفس در فضای آزاد باعث میشه که این آلاینده ها بیشتر وارد بدن بشن و نکته دیگه کم کردن حجم فعالیت هست، یعنی سعی کنن در حالت استراحت قرار بگیرن، هیچ گونه فعالیتی که نیاز به تنفس بیشتر داره رو انجام ندن، کارهای سنگین خونه حتی انجام نشه. خب همونطور که عرض کردم هیچ ورزشی نباید انجام بشه به خصوص در فضای آزاد و همینطور کارگرانی که کارهای سخت میکنن باید کارشون رو تعطیل بکنن. در مورد ماسک که فرمودید، ماسک هایی که پارچه‌ای و کاغذی هست، واقعیت این است که هیچ نه تنها تأثیری نداره در کم کردن ورود این آلاینده ها به بدن، بلکه تأثیر منفی هم داره، به این شکل که فرد یک اطمینان کاذبی کسب میکنه و فکر میکنه که دیگه مسون هست و از طرفی در پشت ماسک نیاز به تنفس عمیق پیدا میکنه و این تنفس عمیق باعث میشه که آلاینده ها بیشتر نفوذ پیدا بکنن در بدن. توصیه ما این هست که حتما از ماسک های مخصوصی که فیلتر دارن استفاده بشه، ماسک های گروه های N, M و ماسک هایی که به هر حال در بازار هست و تایید شده است، اینها میتونه یه مقدار از بروز و از ورود مواد آلاینده به بدن جلوگیری بکنه. ممنونم از محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود کشته شدن دست کم 304 نفر در اعتراض های سراسری ایران را تایید کرده. بازداشت شدگان اعتراض های اخیر در ایران میگویند در بازجویی ها تحت فشار بودند و با آنها با خشونت رفتار شده. در ادامه برنامه، پدری افغان که برای تحصیل دخترانش از جان مایه میگذارد. بعد از درگیری دیشب معترضان با پلیس در بیروت، رئیس جمهوری لبنان تصمیم گیری برای تعیین نخست وزیر آینده را عقب انداخت. قرار بود برای اینکه ریاست دولت به چه کسی سپرده شود، امروز در مجلس لبنان رأی گیری شود. ولی مخالفان این رأی گیری دیروز به طرف ساختمان مجلس هجوم آوردند و با پلیس درگیر شدند. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. میدان نجمه، ستاره در وسط بیروت. مجلس هم در همین میدان کوچک است، جایی که قرار بود امروز در آن برای تعیین نخست وزیر آینده رأی گیری شود. احتمال می رفت ریاست دولت را دوباره به سعد حریری بسپارند که یک ماه و نیم پیش از این سمت استعفا کرده بود. اما تظاهر کنندگان دیشب به میدان نجمه و به سوی مجلس ریختند تا از تصمیم مجلس جلوگیری کنند. به هدفشان هم رسیدند. ما نزلنا هون اليوم مطالبتاً بانه ما يسمى سعد الحريري. خواسته ما اینه که سعد حریری رو برای نخست وزیری انتخاب نکنن. ما میخوایم یه نفر عادل نخست وزیر شه. دولت تکنوکرات تشکیل بده، کشور رو از این مرحله عبور بده و نجات بده. ما سعد حریری رو نمیخوایم، هیچ کس رو از این طبقه حاکم نمیخوایم، از هیچ جناحی. وقتی میگیم هیچ کس یعنی هیچ کس. اینجا که چنین میدان جنگ شده، تا همین چند هفته پیش تفرجگاه بیروت بود. مرکز قهوه‌خانه ها و رستوران ها در بازاری سنتی که پدر همین سعد حریری بازسازی کرده بود. تبدیل این تفرجگاه به میدان جنگ نمادی است از اثری که اعتراضات جاری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور گذاشته. تظاهر کنندگان سعد حریری را نمی‌خواهند. مشکل این است که نمی‌گویند دقیقاً چه کسی را می‌خواهند.
از همینجا شروع شده و همینجا هم تا آخر ادامه پیدا میکنه. ما اینجا رو ترک نمیکنیم، حقمون رو میخوایم. اونا کشور رو ویران کردن، ما هم چیزی ازشون نمیخوایم غیر از حقمون. میان صاحبان قدرت هم دعواست. شیعیان به رهبری حزب الله و جنبش عمل سعد حریری را میخواهند. مسیحیان چه آنها که متحد حزب الله و جنبش عملند و چه مخالفانشان سعد حریری را نمیخواهند. ادامه وضعیت پادرهوا و پرتنش کنونی هم به نفع کسی نیست. مهرداد فرهمند، بی بی سی. پلیس ولایت بلخ در شمال افغانستان میگوید بعد از 24 ساعت عملیات پاکسازی خانه و مخفیگاه نظام الدین قیصاری فرمانده محلی به پایان رسیده، اما او فرار کرده. فرمانده پلیس بلخ گفته احتمالاً آقای قیصاری در خانه‌های اطراف پنهان شده و آنها در جستجویش هستند. نظام الدین قیصاری صبح امروز در تماس با بی بی سی گفته که زنده و هنوز در محل است، اما نگفته در کدام محل. به گفته پلیس طی درگیری‌های دیروز 7 نفر از افراد آقای قیصاری کشته شدند، 35 نفر هم بازداشت. حمید فهیم از محل درگیری در بلخ گزارش می‌دهد. یک روز پس از یک درگیری طولانی، نظام الدین قیصاری و افرادش حدود یک شبانه روز از همین ساختمان با نیروهای امنیتی درگیر بودند. درگیری که تلفات هم در پی داشت. شماره برای انتقال اجساد بستگانشون به اینجا آمدند. ما با محسن سفیدان بزرگان قوم آمدیم اینجا تا وارد منزل قیصاری شویم تا شهدا را تسلیم بگیریم و انتقال بدیم به ولایات و به خانوادهشان تسلیم بدیم، که متاسفانه با حرکات‌های منفی نیروهای امنیتی ما برخوردیم. نیروهای امنیتی نیمه های امروز محل را ترک کردند بدون دستگیری فرمانده قیصاری. اینجا یکی از منازل نزدیک به خانه قیصاری است که در زده‌خورد بین نیروهای دولتی و افراد قیصاری به شدت تخریب شده و منزل چندین منزلی خانه سوخته، اموال درون خانه سوخته، بخش‌های مختلف خانه تخریب شده. صاحب خانه میگه دار و ندار خود از دست دادیم و این صاحب خانه ادعا میکنه که این خانه در حقیقت به طرف نیروهای دولتی بوده و ممکن اشتباهات نیروهای دولتی سبب شده که خانه کاملا تخریب شوه، چون پشت این خانه به طرف خانه آقای قیصاری است که در تیررس از نیروهای قیصاری قرار نداشت. خانه نظام الدین قیصاری در منطقه مسکونی است. آتش درگیری ها به خانه های مسکونی هم رسیده. چهار طبقه است که هر چهار طبقه دو طبقهش کاملا آتش گرفته که هیچ چیزی از اونجا آباد نمانده. دیگه همه آواره شدن، طفلا، بزرگا و کل چیز ما رو ما گذاشتیم و برآمدیم. تا اینجای کار معلوم نیست که آقای قیصاری چگونه موفق به فرار شده و کجا پناه برده. پلیس در جستجوی است. نمیدونم زده حمله ای که ما شب دیشب کردیم، احتمال میاد که در داخل خانه‌ای که پشت سر خانه قیصاری است چند تا باغ است، چند تا خانه است، از طریق اینا و یا اینکه احتمال میاد کسی اینا را مثلا از بیرون راهنمایی بکنن که کام طریق ما فرار بکنن. انتظار میرود تا چند روز آینده سرنوشت پرونده نظام الدین قیصاری نهایی شود، پرونده ای که پیچیده تر از پیش شده. حمید فهیم، بی بی سی، مزار شریف. در هند اعتراض‌ها به قانون جدید شهروندی وارد پنجمین روز خود شده. امروز مردم در دهلی، ممبای، حیدرآباد و کلکته به خیابان‌ها رفتند. دست کم 6 نفر در جریان اعتراض‌ها کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. در پی حمله پلیس به دانشگاه ملی اسلامی در دهلی و ضرب و جرح دانشجویان، اعتراض‌ها به دیگر دانشگاه‌ها هم کشیده شد. قانون جدید رسیدگی به درخواست تابعیت غیرمسلمانان را در اولویت قرار می‌دهد. آمریکا مهلت تعیین شده از طرف کره شمالی برای رسیدن به توافق را رد کرده. استیون بیگون نماینده ویژه آمریکا برای کره شمالی گفته واشنگتن هیچ ضرب العجلی ندارد، تنها یک هدف دارد و آن باز بودن در به روی یک توافق است. کره شمالی تا آخر سال جاری میلادی، یعنی 2 هفته دیگر، با آمریکا مهلت داده تا پیشنهاد جدیدی برای خلع سلاح هسته‌ای ارائه کند، پیشنهادی که در آن رفع تحریم‌های آمریکا به صورت جدی مطرح شده باشد. در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان یک مرد از چند سال پیش روزانه 12 کیلومتر راه می رود تا 3 دخترش را به مدرسه ببرد. او ساعتها پشت در مدرسه منتظر می ماند تا درس دختران تمام شود و دوباره آنها را به خانه همراهی کند.
میاخان در گفتگو با بی بی سی از مردم خواسته که اجازه دهند دخترانشان درس بخوانند. روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. قصه این مرد از دیگران جداست. او همه روزه هزاران متر پیاده می رود تا دخترانش بی سواد بار نیایند. این پدر در راه آموزش دخترانش احساس خستگی نمی کند. او آرزوهای بلندی هم برای دخترانش دارد. هر بار که دکتری به اینجا می آید دوباره می رود و ما مشکلات زیادی داریم. می خواهم دخترانم دکتر شوند و به مردم پکتیکا خدمت کنند. خوشبخت هستند که اجازه آمدن به مکتب را دارند. شانسی که بسیاری از دختران در ولایت پکتیکا از آن محرومند. دختر کلان خانواده دوره رهنمایی یا متوسطه است. نگران است که درسش ناتمام بماند. پدرمان پیر شده و شاید نتواند با ما برود. باید اینجا نزدیک به ما مکتب ساخته شود تا ما بتوانیم با آموزش ادامه بدهیم. دیگر دختران هم باید درس بخوانند. پدر روزی طبق معمول منتظر است. اما این بار می خواهد ثمر یک سال رفت و آمدش را ببیند. امروز نتایج امتحان سالانه اعلام شده. لبخند رضایت از نتیجه‌ای که به دست آمده. روزی و ساهره به صنف هشتم و جنته به صنف ششم کامیاب شدند. کم نیستند دخترانی که رفتند به مکتب برایشان آرزو باقی می ماند. به اساس آمار وزارت معارف بیش از 2 میلیون کودک دختر در افغانستان به مکتب نمی روند. 60% همه کودکان محروم از آموزش. به دلیل بدامنی و سنت های دست و پاگیر. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبر.